بنام خداوندی بخشنده مهربان. انسانی بودنی تمدنی اسلامی. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگاری همه جهانیان است. همان ذاتی که در قرآن کریم خود می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. مردم از پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید. گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی‌همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود و سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب او و بر کسانی که تا به روز جزا از آنها به نیکی پیروی کردند. اما بعد، اسلام تمدنی را برپا نموده که به اوج و کمال ارزش های انسانی رسیده و برای بشریت روش های محبت و برادری و عدالت و برابری را ترسیم کرده است. از طریق منظومه اخلاقی و تمدنی که باعث اجتماع و اتفاق می شود، نه تفرقه و جدایی، آباد می سازد، نه ویران و تخریب، تا اینکه امنیت و صلح و خیر برای همه مردم متحقق کردد. و تمدن اسلامی ارزش انسانی خود را از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته است، چون این دو مملو از ارزش های بزرگ انسانی است. خداوند متعال فرموده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، بشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدم و شما را تیرها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگار ترین شما است. بیگمان الله دانای و آگاه است. پس انسان از سوی الله متعال گرامی داشته شده است به قطع نظر از نژاد و رنگ و دین او. خداوند در آیت دیگری فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده همه شما از نسل آدم آفریده شده اید و آدم از خاک آفریده شده است. زمانی که از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه گذشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به احترام او از جایش برخواست. به او گفته شد این جنازه از شخص یهودی است. او صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمود آیا نفس انسان نیست؟ و برخی از مظاهر انسانی بودن تمدن اسلامی اقرار آن مبدا و مبدا آزادی اعتقادی به شکل صریح است که هیچ جای تاویل در آن وجود ندارد، و همچنان آزادی ادا کردن شعائر دینی و حمایت عبادتگاه ها برای همه مردم و رد کردن آن هر گونه اجبار و ترور و تخویف را، چنانچه او تعالی فرموده است لا اکراه فی الدین، قبول دین هیچ اجباری نیست. و در آیت دیگری فرموده ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. و اگر پروردگار تو میخواست مسلما تمام کسانی که در روی زمین هستند همگی ایمان میآوردند، آیا تو میخواهی مردم را مجبور کنی تا که ایمان بیاورند؟ و در آیات دیگری فرموده فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پس ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پند بده که تو تنها پندهنده ای، تو بر آنها مسلط و چرا نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی. و از اساسی ترین جوانب انسانی بودن آن مهربانی و ضعیفان، احترام یا با بزرگان و دادن حقوق نیازمندان به وجه کامل آن بدون نواقض است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده همانا خداوند متعال این امت را به وسیله ضعفا و دعا و نماز و اخلاصشان کمک و یاری میکند. و در حدیث دیگری فرموده کسی که بر کودکان ما رحم نکنند و بزرگان ما را احترام نکنند از ما نیست. زمانی که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه از نزد مرد بزرگسالی از اهل کتاب گذشت، او را در حال دید که در دروازه های مردم گداگری میکرد. پس عمر رضی الله عنه به او گفت در جوانی با تو انصاف نکردیم و سپس در پیری تو را نابود کردیم. سپس از بیت مال مسلمانان برای او معاش ماهانه مقرر کرد تا حال او اصلاح گردد.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده خداوند رحمان با مهربانان مهربانی میکنند، بر کسی که در زمین است رحم کنید تا کسی که در آسمان است بر شما رحم کند. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود و سلام بر خاتم پیامبران سرور ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. انسانی بودن تمدن اسلامی تنها در حدود برخورد با بشر نیست، بلکه شامل برخورد انسانی با حیوانات نیز می شود. و بهترین دلیل بر این مدعا این است که زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بستان مردی از انصار وارد شد و شطوری را دید که به سوی او صلی الله علیه و سلم با جشمان گریان از کار کردی صاحبش فریاد میکرد، احساس او برانگیخته شد و گونه آن را مسح کرد، پس آن آرام شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود صاحب این شطور کیست؟ این شطور مال کیست؟ پس جوانی از انصار آمد گفت این شطور مال من است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا درباره این حیوان از خدا نمیترسی که تو را مالک آن قرار داده است؟ این شطور به من شکایت کرد که تو آن را گرسنه و تشنه نگاه میداری. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم پرنده شبیه به گنجشکک را دید که دو جوجه داشت و کسی جوجه هایش را گرفته بود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چی کسی جوجه این پرنده را گرفته؟ او را اذیت کرده است، جوجه آن را به او برگردانید. پس بشریت چقدر نیازمند است؟ تا این مبادی و ارزش های انسانی که از ویژگی های تمدن اسلامی در گذشت تاریخ است برگردد و تحقق یابد. پروردگار سرزمین ما مصر و همه سرزمین های جهان را آرام بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.